سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در دوشنبه شبی نو در آغاز یک هفته تازه کاری مهمان خانه های شما هستم و مروری بر مطبوعات چاپ تهران. برنامه امشب دوشنبه 28 تیر ماه ایرانی برابر با 19 ژوئیه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب. خب همون گونه که یقیناً آگاهی یافتید و آگاهی دارید، در طول ساعت گذشته، به طور مشخص 48 ساعت گذشته، بحران بی‌آبی در جای جای ایران، به طور مشخص در استان خوزستان، با برجای گذاشتن کشتگان راه آب و تشنگی بر صد بسیاری از رسانه ها جای گرفته بود. سیستان و بلوچستان کماکان همراه با تهران البته در تب کرونا می سوزد. همچنان نیز در عرصه دیپلماسی برجامی جدال های توییتری مقامات جمهوری اسلامی برقرار است، همون گونه که اشاره کردم. اما به طور مشخص بحران بی‌آبی و قیام تشنگان آب در استان خوزستان بر صدر مطبوعات تهران جای داشت. خب گوشه ای از تظاهرات و قیام های اعتراضی شهروندان خوزستان رو که شوربختانه دو تن از هموطنان ایرانی عرب خوزستان ما در تیراندازی های مستقیم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدن رو میدیدیم، شهروندانی که یادآور بازآفرینی صحنه های ایدئولوژیک اسلامی شیعی شده، همان نظامی که مدام برای مظلومیت به هر روی مسائل مذهبی در کربلا سخنها گفتن که علی اصغر 6 ماهه از بیابی کشته شد و یا اصولا آب رو بر روی حسین ابن علی امام سوم شیعیان و یارانشان بستن و بدین روی سالیانی است در طول سالیان زیادی فرقه فقیهانی عمدتا سعی دارند که این نوع مظلومیت تاریخی رو در مقبولیت خودشون بجویند و برخیش مشروعیت اضافه کنند. عملا تاریخ تکرار شد و همینک خود حاکمانند و از قضا شهروندان تشنه خوزستان رو که به خشم آمده بوده اند از بی‌آبی که الفبای مدیریت میتواند باشد، آنها رو با گلوله کشتند. خب اما ببینم نگاه روزنامه ها به این ماجرا چیست. البته مطالب بسیار زیادی است، من امروز بیشتر میخوام با خود روزنامه ها جلو برم. روزنامه های دست راستی بسیار تلاش دارن که کشته شدن دو شهروند خوزستانی در قیام آب رو به نحوی از آنها به زعم خودشون به گروه های غیر امنیتی یا به تعبیر خودشون تروریستی به تعبیر متهم کنند. بعضی از روزنامه هم سعی داشتن که این ناتوانی مدیریتی رو صرفاً به دولت روحانی تقلیل دهند. مثلا بحران میراث روحانی عنوان گزارش اصلی روزنامه وطن امروز هستش که با اشاره به اعتراضات خوزستان اینگونه نتیجه میگرفت که این اعتراضات یک بار دیگر ضرورت تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور و تنظیم راهبردها برای توانمندسازی اقشار محروم را گوش زد کرد. حسب این گزارش در کنار ناکارآمدی مدیریت، تفکر محروم ستیز و حاشیه گریز حاکم بر دولت روحانی منجر به تشدید نارضایتی ها شده. این روزنامه از جمله اشاره داشت که نمایندگان خوزستان در مجلس درباره ماهیت سوء مدیریت در مسئله کم آبی استان ابراز نگرانی کردند. حتی اون توییت معروف رو که بوی فتنه سوری شدن میآید رو برجسته کرده بودند. ذیل همین بحران بی‌آبی در همین روزنامه می‌بینیم که بخشی از سیل اروپا از جمله آلمان رو نشون داده میشه و به نحوی از آنها از ناکارآمدی و لکنت خانم مرکل در ارائه توضیحات یک نکاتی رو مطرح کرده بود. خیلی جالبه، به هر روی یک میخ به نعل گفته میشه به تعبیری. اگر دولت روحانی رو زیر سوال برد، اگر ناکارآمدی رو که در جمهوری اسلامی امر بسیار مرسومی است بیان کرده، خواست اشاره کنه که به هر روی این گونه مسائل و ناکارآمدی و ناتوانمندی مدیریت سیاسی در همه جای دنیا هست، در آلمان هم هست. یک همسنگی و قیاس تطبیقی کرده بود با کشور آلمان. خب روزنامه یه نقش اقتصاد رو میبینیم که با انتشار تصویری که شما میبینید معیشت خوزستانی ها در خطر، کودک مغموم و رنجوری رو نشان میدهد که در
گوشه زمین سوخته و ترکیده و خشکیده نشسته و به تماشای پایان حیات نشسته است. و اما روزنامه مردم سالاری مقوله اروپا رو برجسته کرد که شما میبینید اروپا در محاصره سیل و آتش، گویی یا در ایران نکته ای و خبری نبود، گویی یا بیابی در خوزستان خبر اولشون نبوده و سیل یا جاری شدن آب در اروپا براشون دغدغه بزرگ بوده. البته موضوع اصلی دیگر روزنامه مردم سالاری بحث سیاسی بوده که آمادگی تهران برای تبادل 10 زندانی با آمریکا که گویی یا نخست سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرده بود، بعد آقای عراقچی گفته بود، اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اون رو به شدت تکذیب کرد و از این به عنوان یک جدال دیپلماتیک در عرصه توییتر هم مطرح شده بود. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. روزنامه کیهان به بخش گرانی در راه در جامعه ایران اشاره کرد بود و به دولت روحانی انتقاد داشت، همون گونه که شما میبینید شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمت ها به دولت روحانی که دولتی به هر روی روبه پایان هستش سعی میکنند بشورند بکوبند. بعضی از روزنامه ها از همین زمینه یک مفهوم تازه‌ای رو هم برکشونده بودن که در دیگر روزنامه ها میخونیم، به نحوی خواستن اشاره کنند که یعنی آمدانه آقای روحانی با گسترش بحران های از این دست میخواهد دولت بعدی رو به نحوی از آنها در آنپاس یا فشار تازه مدیریتی قرار دهد. کیهان رو، یعنی بزرگترین روزنامه تحت امر آقای خامنه ای رو، در حالی که شما میبینید از تداوم آتش سوزی گسترده و مهیب در مناطق غربی آمریکا میگوید، این روزنامه هم هیچ از مقوله ویرانگرانه زیست بوم ایران در خوزستان و قیام مردم برای آب نکته ای رو در این بخش از گزارش اصلی خود نگفت. یا گزارش سومش رو میبینی که در رابطه با یه خبرنگاری که بعضن خبرهای جنگ یا خبرهای آقای قاسم سلیمانی رو پوشش میداد نوشته که دوری از حاج قاسم رو تاب نیاورد و مثلا مرد. همه اینها کل مطلبی بود که روزنامه کیهان به عنوان یکی از مهمترین روزنامه‌های تحت امر رهبری اشاره کرده بود، هرچند به انتقاد دو نماینده مجلس خبرگان و همینطور نماینده مجلس ایران در خوزستان شادگان اشاره کرده بود که گویا اشاره داشتن، گلایه داشتن که بحث کشته شدن دو جوان اهوازی در استان خوزستان برای قیام آبی، اینها معتقد بودن که کار نیروهای دشمن و یا تروریست بوده برای گسترش بحران و سعی کردن که مسئولیت رو از نیروهای امنیتی و تک تیراندازهای جمهوری اسلامی که در آبان 98 همگان دیدیم چگونه تیراندازی میکردن، میخواستن اونها رو به نحوی تطهیر کنن. خب گرانی گویا در راه هستش، همه ملزومات رکنی و مایحتاج اساسی در جامعه ایران با یک گرانی سنگین در مسیر تازه هستش. روزنامه کسب و کار رو میبینیم که از تورم افسار گسیخته در راه هست گزارش داده بود که به طور مشخص البته شاخصه مسکن رو برجسته کرده بود، اما من دیدم روزنامه هایی که در دیگر حوزه ها حتی نان رو هم برجسته کردن که من روزنامه به روزنامه و اون جلو میرم تا ببینیم که در ایران از منظر مطبوعات چاپ تهران چه میگذرد. روزنامه کار و کارگر به وضعیت رنجبار کارگران ایرانی اشارتی داشت که میبینید کارگران امیدی به اصلاح وضعیت فعلی ندارند، امنیت شغلی، معیشت و تشکلیابی مهمترین مطالبات کارگران هستش. گویا 97% کارگران کشور تبدیل به کارگران موقت پیمانی و یا روزمزد با قرارداد سفید امضا شده اند، یعنی هر وقت بخواهن اینها رو میتونن بفرستن بیرون از کار و مطالبی از این دست که متاسفانه تمام تشکل‌های موجود در حال حاضر در جمهوری اسلامی خودشون به نحوی از آنها حتی حسب گزارش این روزنامه به خود بدنه حکومت وصل هستن، اگر کسانی هم نباشن داغ و درفش و زندان در انتظارشان هستش. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه فرهیختگان رو میبینیم که از انتقال قدرت مشکوک، البته کلمه مشکوک رو بکار نبا، شما دارید میبینید تحویل ایران با صدها خوزستان به نحوی از آنها تلاش داشت که این گونه القا کند که به علت ناکارآمدی حسن روحانی در عرصه مدیریت سیاسی، چه بسا دولت رئیسی که سر کار بیاید، با صدها خوزستان بحران بیابی و قیامهای مردمی مواجه شود. از قضا این همون نکته ایست که بسیاری از کارشناسان عرصه رسانه و سیاست
معتقد بودند که با یک دست شدن نظام یک نکات نکو و خدمات و برکاتی رو هم میتونه متوجه حال مردم کند و اون اینکه قطعا دیگر نمیتوانند بگویند دولت مقصر بود، فلان کس مقصر بود، چرا که تمام قد همه الان یک دستن از مجلس و رهبری و سپاهی که کرونایاب مستعان میسازد اما آب رو مهار نمیکند و همینطور دولت آقای رئیسی و همینطور قوه قضایی آقای اجرایی و همینطور قوه مقننه آقای قالیباف، حلقه خراسان همه با هم جمع هستند و بایستی نقصانی نباشد. اگر کسور و قصوری صورت گیرد قطعا هموطنان ایرانی میتوانند بیشتر آنها رو به چالش بکشانند، چرا که دیگر ماجرای نفوذ و گاندو و ظریف و تقابل دیپلماسی و میدان از این دست دیگر وجود نخواهد داشت. علی ای حال روزنامه فرهیختگان که زیر نظر آقای ولایتی هستش با این تصویر و تیتر به نحوی از آنها به دولت حسن روحانی تا حدودی طعنه هم می انداخت. و اما قالیباف گفته که نظارت در قبال خاموشی ها خواسته به حق مردم است که روزنامه عصر ایرانیان به آن واکنش نشان داد و انعکاس داده بود که این به نحوی از آنها در صدد پاسخگو کردن پشت پرده قطعی برق به طور عمدتاً این موضوع رو برجسته کرده بود که هنوز گویا دارن گروه های حراستشون تحقیق و تفحص میکنن و هم نظارتش رو و هم پاسخگو کردن رو ضرورت میدانست. اما روزنامه عصر اقتصاد رو میبینیم که از ضرورت انرژی نو در ایران سخن گفته بود، امکان پذیری توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی که البته ضرورتی است بسیار مهم در جامعه ایران، به طور مشخص مقوله انرژی خورشیدی که گویا قرار بوده هزینه های رو حتی بودجه های رو تخصیص داده بودند، آغاز به کار کرده بودند در حوزه های، اما کماکان اون مقوله هم در محاق مانده و انرژی خورشیدی که بزرگترین منبع میتواند در بخشی از مناطق ایران خاصه کویری باشد در سپهر مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی کماکان امکان تحقق نیافت، در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه ایران حتی صورت پذیرفته. علی حال مدیریت سیاسی و گود گاورننس، تئوری حاکمیت خوب شهری و خدمات رسانی به شهروندان مستلزم دانش و کارآمدی است که قطعا از فرقه فقیهان انتظار این موضوع نمیتواند باشد. روزنامه صدای اصلاحات رو میبینیم، دوئل بزرگ رئیسی و تورم، البته رئیسی نگفت، دوئل بزرگ رئیس و تورم که منظور از رئیس هم کنایتی بود و رئیسی و هم در واقع خود رئیس جمهوری تازه منصوب که در واقع به احتمال ناکارآمدی و تسلیم شدن رئیسی در برابر سونامی تورم در راه خبر داده بود که عملا این گونه ظرفیت های دولت رئیسی و کابینه احتمالیش رو بررسی میکرد که نمیتوانند در مهار تورم های وسیع در راه تو ایران پاسخگو باشند یا کارآمدی از خود نشان دهند. البته چیزی است که خب دیری است مردم ایران با آن آگاهی یافتند. اقتصاددانان، حوزه های پژوهشگران حوزه اقتصاد و سیاست گفتند که نظام اعمال مدیریت سیاسی در حوزه های اقتصاد و انرژی و دیگر مسائل مستلزم یک مدیریت کارآمد و مبتنی بر متدهای علمی است و در حالی که همه اینها، همه ظرفیت ها رو در مدیریت اقتصاد مقاومتی، در مدیریت کمک های مؤمنانه و همینطور اقتصاد مسجدی و محفلی خلاصه کردن که قطعا اقتصاد غیر مدرن و ایدئولوژیک نمیتواند پاسخگوی بیش از 80 میلیون جمعیت در یک کشور باشد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. همون گونه که اشاره کردم، کشته شدن دو جوان خوزستانی در قیام آب اخیر در بسیاری از روزنامه ها انعکاس داشت که روزنامه صبح امروز در صفحه یک خود با آن پرداخته بود: خونخواه دو جوان کشته شده ایم، به نقل از نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به خونخواهی این دو جوان کشته شده پرداخته بود. حالا جالب است که برای نخستین بار میبینیم که نمایندگان مجلس در مجلس خبرگان رهبری آمده اند و سعی دارند که به نحوی از آنها مدافع کشتش خون به ناحق ریخته و جوانان کشته شده باشند که امری تا حدودی کم نظیر بوده، هرچند حامل پیام ها و پیامده پیام های خاص است که گویا
دیگر همه اعوان و انصار و نزدیکان آقای خامنه‌ای در همه حوزه های اجرایی پای میگذارند و برای هر موضوعی هم واکنشی از این دست اتخاذ میکنند. روزنامه سبزینه رو میبینیم که از سایه کم آبی بر سر 1000 روستای خوزستان پرده هایی تازه کنار میزد که بر رنج مضاعف شهروندان ایرانی در این خطه خبرهایی منتشر میکرد. خب در قوقای قطعی برق و کرونا و بحران آب، آقای اصغر فرهادی و راهیابی و دستیابی ایشان به جایزه جهانی کن برای فیلم قهرمان نیز بسیار مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته بود که البته خب خیلی در این شرایط سخت برای این جانب قابل توجه نبود. مثلا روزنامه شهروند رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان پایان خوش جشنواره کن برای ایران به همین موضوع پرداخته بود، اما من بایستی اشاره کنم که در بین افکار عمومی خیلی رغبتی به این ماجرا داده نشان داده نشده. خب بسیار انتظار داشتن که با توجه به قوقا و قیام در خوزستان و جان باختن شهروندان و سرکوب ایرانیان از سیستان تا خوزستان، آقای اصغر فرهادی میتونست از اون تریبون جهانی حداقل نکته ناقدانه رو در نقد مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی بیان کند. هیچ نگفت. از این منظر، نه تنها از این منظر مورد نقد بوده، از سوی دیگر هم بایست اشاره کنم که روی هم رفته شرایط ایران کنونی به خاطر نقصان‌های مدیریتی جمهوری اسلامی مسیری رو طی می‌کند که مؤلفه‌های همبسته ملی و مهر میهنی بین خود شهروندان هر روز گسسته‌تر می‌شود و حتی پیروزی یک فیلمسازی که بعضن ذهن‌ها نسبت به ایشان تشکیک دارد که مبادا مبتنی بر حمایت‌های خود نظام هست که به این موفقیت‌ها دست می‌یابد، مهر و خوشنودی تازه‌ای به ایشان نشان نمی‌دهند. و اما از گرانی نان گفته بودم، روزنامه شهرآرا و خیلی از روزنامه‌های دیگر رو می‌دیدم که به این موضوع پرداخته بودند. داغ گرانی نان روی دست مردم، این گزارش یکی این روزنامه بود که اشاره کرده بود. البته سرمقاله روزنامه آفتاب یزد هم به گرانی نان و سایر ملزومات در ایران اشاره کرده بود که اگر وقت کنم به اون هم میپردازم. خیلی آمار دقیقی رو، جالب اینجا بود که میگفت که اصلا من نرفتم سوپرمارکت قیمت بگیرم، گویا افزایش قیمتی که خود دولت به آن صریحا طی بیانیه‌ای اشاره کرده بود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. از ادعای نفوذ تا فشار بر خاتمی، عنوان اصلی روزنامه شرق بوده که به فعل و انفعالات و تحت تأثیر پذیری و تحت تأثیر گیری آقای محمد خاتمی از گفتمان اصولگرایان و انقلابی نکته های از سوی آقای جواد امام گفته می شد که گویا نه خاتمی رو دیگر رغبت به راهبری گفتمان اصلاحات هستش و نه نظام این رو از ایشان انتظار دارد. البته تحلیل ها بر این متمرکز بوده که چه بسا تأثیر گفتمان انقلابی و جبهه اصولگرایی آقای خاتمی رو اثر گذاشته و خیلی ایشون رو رغبت برای ادامه پیشبرد اهداف اصلاحی نیست، یا به تعبیر خیلی خلاصه و صریح بگویم که پایان اصلاحات، یا به تعبیر آقای حجاریان آخرین میخ بر تابوت اصلاحات. تغییر موازی برجامیان عنوان دیگر گزارش روزنامه شرق بوده که خب از تغییر موزه بسیاری از مردان تندرویی که پیشتر مخالف برجام بودند نکته هایی تازه کنار میزد. حتی آقای زنور رو میبینیم که ایشان هم مدافع برجام شده. همه کسانی که زمانی که آقای خاتمی و هر روی بحث عذرخواهی میکنم زمانی که آقای روحانی در صدد انعقاد توافقنامه برجام بود میدیدیم که با پرتاب کفش علیه آقای ظریف و همینطور دیگر مردان مذاکره سعی داشتن که نسبت به تحقق مذاکره اخلال ایجاد کنند که در رأسش از قضا روزنامه های مثل سیاست روز و وطن امروز و همینطور آقای مشتبه زنورها بودند و الان اینها در عرصه عمل که قدرت به دستشان رسید و خزانه های مالی خالی هستش به این رسیده اند که بایستی به میز مذاکره برگردند و برجام رو احیا کنند و الان همه این طیفه که به قول روزنامه شرق از مخالفان پیشین بودند از موافقان پسینی شده اند. پیشنهاد تعطیلی تهران و کرج عنوان بسیاری از روزنامه ها بود که شما هم الان میبینید. بسیاری از روزنامه ها
با برجسته کردن این موضوع از دولت گلایه داشتن که با حجم فزاینده مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران و سیستان و بلوچستان این گونه شهر رو رها کردن و با اعطای تعطیلی میتواند بحرانها رو بیشتر کند و چرا بایستی در این مقطع برای عید قربان سه روز دیگر رو وزیر کشور تقاضا کرده که بر تعطیلی موجود تقویمی در ایران اضافه نمایند. در این رابطه روزنامه‌هایی از افزایش مرگ و میر کرونا هم نوشته بودند. حسب گزارش بسیاری از روزنامه‌ها 4 استان صدرنشین جدول فوتی‌های کرونا شدند. آمار بستری‌های کووید 19 35% گویا در ایران افزایش یافته. پروتکل‌ها کماکان در چاه بی‌اعتمادی هستند و حتی می‌دیدم آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در گزارشی اشاره کرده بود که آمار جانباختگان تهران از 100 نفر در روز هم پیشی گرفته و بیشتر شده که بازگشت به یک آمار بسیار مخوف گذشته است. حتی دیدم برخی از روزنامه‌ها مثل اعتماد از احیای شرایط جنگی در پایتخت سخن گفته بودند که منظور همانا بحث افزایش کرونا است که بیمارستان‌ها دیگر با انباشت بیمار مواجه شدند و تخت‌های خالی دیگر ندارند. عملاً وقت من به انتها می‌رسد، یکی دو تا مطلب را مایل بودم اشاره کنم که هشت شعبی که یک نیروی نظامی بسیجی در عراق هست و توسط نیروی قدس سپاه ایجاد شده بود، در 48 ساعت گذشته از سوی پهپادهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفته بود. برخی از کامیون‌هایی که حامل تسلیحات جمهوری اسلامی بوده، الان روزنامه جمهوری اسلامی رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان هشت شیعی در افغانستان به پا خواست، به نحوی از آنها این گونه اشاره میکرد که شیعیان افغانستان علیه استقرار مجدد و پیروزی‌های گروه طالبان به پا خواستند. خب همین روزنامه پیشتر گلایه داشت از مقامات جمهوری اسلامی که در حالی که طالبان یک گروه تروریستی هستش، رنگ و بویی از حمایت آشکار و نهان مردان جمهوری اسلامی نسبت به طالبان رو برجسته کرده بود، گلایه داشت و هشت شیعی رو در واقع نوعی نیروهای خودانگیخته شیعه افغان میدانست که علیه طالبان به پا خواست. و پس این دقایق من یک مطلبی است تحت عنوان نطق دیرهنگام ناطق. شما هم میبینید در روزنامه جمله که آقای ناطق نوری گویا گفته که ما نه ابزار دموکراسی رو داریم و نه قواعد بازی رو در زمین دموکراسی بلد هستیم. یک اعتراف بسیار جالبی بود، هرچند نکته خیلی تازه نیست از منظر این جانب، به خاطری که مردم ایران از فردای پس از استقرار نظام فقیهان و برپا شدن دارهای اعدام و همینطور اصلا در برپایی نظام که با سینما رکس و آدم سوزی ها صورت گرفته بود، پر واضح بوده که هیچگاه نمی توانست مبتنی بر مؤلفه های دموکراسی این نظام مستقر شود. خب حالا بعد از 43 سال آقای ناطق نوری میگوید که نه ابزار دموکراسی رو داریم و نه قواعد بازی در زمین دموکراسی رو بلدیم، که یک اعتراف هرچند دیرهنگام اما منطقی و منصفانه بوده. عملا وقت من به انتها رسیده و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن.